بفهم دیگه، من الانشم مردم، تو نباشی من دیگه مردم. ریحان، ریحان برو تو اتاق، برو تو اتاق. به زور فرستادتش بره. ریحان از اون ترسید، اگه نترسیده بود یه چیزایی میخواست بگه. هر اتفاقی هم که میافتاد نباید اونجا ولش میکردم. آزاد، آخ آزاد، از روی پل نتونستی بپری، جلوی ماشین نتونستی باشی، از امارت نتونستی بیاریش. آخه تو آدمی مردی که میخواست یه چیزی بگه، میخواست بگه نجاتم بده، ولی نذاشتم بگه. من چه انتظاری دارم؟ منتظر چیام؟ به خاطر اینکه بلایی سر من نیال حرف نزد. داداش میدونم به زور اونجا نگهش داشتم، باید تنهایی حرف بزنیم، فقط اونجوری مشکلشو به من میگه. تمومش میکنم، همه چیو تموم میکنم. ریحان، الو الیف، آزاد چیزی شده؟ نه چیزی نشده، من باید با ریحان حرف بزنم، رو در رو و تنها. چی؟ داری میای اینجا؟ ازت خواهش میکنم به هیچ وجه همچین کاری نکن، به هیچ وجه. باشه، پس بگو ریحان بیاد بیرون. آزاد، من دیدم علی، اون میخواست یه چیزی بگه ولی نتونست. یا کمک کن ریحانو ببینم، یا من خودم میام باهاش حرف میزنم. آزاد وایسا، تو رو خدا نیا، تو الان کجایی؟ چطور؟ چی کار داری؟ به داداشت میگی بیاد جلومو بگیره؟ من تصمیممو گرفتم علیف، اگه میخوای به هم کمک کن، اگه نمیخوای من میام اونجا. بذار حرف بزنی، بیا اونجایی که اون روز همدیگر رو دیدیم. باشه. ببین علیف، اگه میخوای بیای اونجا منو منصرف کنی زحمت نکش. آزاد، من نمیخوام منصرفت کنم. باشه، الان میام جایی که همو دیدیم. داداش وایسا، چی کار داری میکنی؟ نه جلال، اصلا هیچی نکن. داداش اگه عزیز اسلام بی بفهمه با نوش قرار گذاشتی دیگه قیامت به پا میکنه. بذار بشه داداش، بذار بشه، واسه من همین الانشم قیامته. من امروز ریحانو میبینم، اگه نبینمش میرم امارت، هر اتفاقی میخواد بیافته هم برام مهم نیست.